از جمله حمله نیروهای عراقی به اشرف در سال گذشته در 28 ژوئیه 2009 که به سفارش خامنه ای انجام شد. حمله ای با 11 شهید و 500 مجروح. و حالا اشرف 18 ماهه که تحت یک محاصره ظالمانه قرار داره. در مقابل همه این فشارها اما اشرف تا به حال با سربلندی تمام پایداری کرده. این پایداری خودش گواه ریشه‌داری اجتماعی و ظرفیت سیاسی اشرفه. به نظر من مهمترین فضیلت مجاهدان اشرف در اینه که نیروی پیشتاز مبارزه با ولایت فقیه هستند و سدی در مقابل پیشروی بنیادگرای تهران و تروریسم و جنگ افروزی اون در سایر کشورهای منطقه و سراسر جهان. بگذارید در اینجا به نام مردم و مقاومت ایران از سازمان ملل، از دولت‌ها، از مردم جهان و به خصوص از کشورهای برادر و مسلمان بخواهم برای شکستن محاصره اشرف تلاش کنند. به طور مشخص از سازمان ملل می‌خواهم با باز تأکید بر اینکه ساکنان اشرف افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو هستند، هر گونه جابجایی اجباری آنان در درون عراق و اعمال خشونت علیه آنان را ممنوع اعلام کند و تیم ناظر در اشرف به طور دائم مستقر سازند. همچنین از ایالات متحده می خواهم در چارچوب تعهدات بین المللی و به خاطر توافقنامه‌ای که با همه افراد اشرف امضا کرده است، حفاظت ساکنان اشرف و تیم نظارت یونامی را تضمین کنند. همچنین از خواهران و برادران مسلمان و عربمان در هر کجا که هستند، همچنین سایر کشورهای همسایه و دوست در سراسر دنیا می‌خواهم که به یاری خواهران و برادران مسلمانشان در اشرف بشتابند. دفاع از اشرف بخش ضروری از کارزار مقابله با بنیادگرای وحشی و افسار گسیخته است، اون که تمامی منطقه و جهان را تهدید می کند. بله، در اینجا مجدداً از همه شما خواهران و برادران عزیزم از هر کجای دنیا که در این افطار شرکت کردیم و دوستی و حمایتتون رو از اشرف و مقاومت مردم ایران و قیام اونها ابراز داشتیم، هم سپاسگزاری میکنم هم دست یاری به سمت شما دراز میکنم. در آستانه عید فطر دعا میکنم که خدای بزرگ مردم ایران رو که برای آزادی به پا خواستند پیروز کنه و صلح و دوستی رو برای کشورهای برادر و مسلمانمون در منطقه به ارمغان بیاره. همچنین صلح و امنیت رو در دنیا برقرار کنه و دنیا رو از شر ملاهای جنگ طلب و خونریز نجات بده. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سپاسگزارم. امیدوارم که دعاهای شما همه مستجاب بشه. با تشکر.